خب تو این جلسه میخوایم که یه توضیح درباره ورتکس و سگمنت بگیم. ایج ورتکس چیه، سگمنت چیه و اسنپ ستینگ رو توضیح بدیم که چی هست. من این نمای فرانت ها میام بزرگ میکنم. ببین بذار اصلا میام تو اون پرسپکتیو F0 رو میزنم. الان من این مستطیلی که دارم، این لبه ها، این لبه های این مستطیل من توی تیریدی مکس ایج بهش میگن و این نقاطی که این ایج ها به هم خورده بهش میگن ورتکس. خب که من تو جلسات آینده اینا رو بیشتر توضیح خواهم داد. یه موضوعی داریم اینجا به نام اسنپ ستینگ که میتونیم روش کلیک کنیم فعال شه، دوباره کلیک کنیم غیر فعال میشه، کلیک راست هم بکنیم یه پنجره باز میشه که یک سری قسمتاش مثل میت پوینت، اد پوینت که توی 3D Max هستش یا ورتکس و ایج که گفتم، حالا فیس هم که یه صفحه، گرید پوینت هم دوباره به صورت گریدی میشه. میتونیم که اینا رو انتخاب کنیم، اد پوینت، میت پوینت و من همین ستا رو انتخاب میکنم. خب حالا من میخوام بیام یه دونه دیگه فعالش میکنم، میخوام بیام شیک بکشم. خب همونطور که میبینی این اد پوینتشه دیگه. خب میام اینجا میکشم، خب به این صورت میبینی اصلا مقطعی میره بالا پایین. چرا مقطعی میره؟ چون ما گرید رو فعال کردیم. من اگه بیام همه اینا رو پاک کنم توی این اسنپ ستینگ، ما گرید پوینت رو فعال کردیم. حالا اینجا میام گرید پوینت چیه؟ بر اساس همین الگوریتمی که 3D Max داره و این صفحه‌ای که این پایین داره به صورت مربع و مودولار هستش، میاد به کنجاش انتخاب پیدا میشه و بخوایم بکشی باید به همین قسمت ها ختم میشه و به همین صورت هم تو ارتفاع خودش کم و زیاد میشه. میبینی اصلا پله پله انگار داره کم و زیاد میشه. خب حالا من میخوام بیام کنارش داره یه مستطیل دیگه بکشم، میام همینو به صورت همون انجام میدم. حالا میخوام اصلا بیام روش بیام یه دونه بکشم، میام از لبه این انتخاب میکنم. من اصلا میخوام این چرا اینطوری میشه؟ چون سگمنتاش کمه. میام سگمنتای اینو یه مقدار زیاد میکنم، F4م میزنم، خب حالا میام یه باکس هم میکشم، میاد قشنگ روی اینا قرار میگیره. خب من میخوام اصلا بره به اینجا، این میاد پایین. حتی میتونم اگه داره اذیت میکنه اسو بزنم غیر فعال شه. خب حالا که آوردم بالا اسو میزنم که دیگه به صورت همون سگمنتی بره بالا پایین یا به صورت همون گرید بره بالا پایین. پس یه روش غیر از الان اینه که ما میتونیم اینطوری هم بیاییم کنارش ترسیم کنیم، یه باکس دیگر رو بکشیم. گزینه بغلیش انگل اسنپ توله. این حالا همون اسنپ برای چرخوندن یه شکل. من اول غیر فعال میذارم باشه. ببین ما الان این شکلمون انتخابه، گیزمو محور ایکسشو میگیرم، محوری که برای افقه. ببین اگه زاویه رو نگاه کنی اینجا 32 33، حالا من میخوام که این اینطوری نره، نمیتونم دقیق بیام 90 درجه بچرخونم، هی کم و زیاد میشه. خب میام اینو فعال میکنم، این خودش 5 درجه 5 درجه کم و زیاد کنه. آقا 60 65 70 75، میام رو 90، قشنگ 90 درجه من چرخوندم. حتی اگه کلیک راست هم بکنید روش، میتونی بیای توی این قسمت انگل بکنی، آقا اصلا 10 درجه 10 درجه برام بچرخ. میبندیم، میبینی که 30 40 50 60 به این صورت 10 درجه 10 درجه داره بسته میشه. خب یه گزینه دیگه داریم. ببین ما
یه گزینه داریم برای انتخاب. من الان میخوام این مستطیل انتخاب کنم، میتونم روش کلیک کنم انتخاب میشه. میتونم مثل اتوکد کلیک راست رو بگیرم، برخلاف اتوکد باید اینجا کلیک چپ رو بگیرین، بل کنین با یه گوشش که بیاد انتخاب میشه. خب این ویندو کراسینگ هستش که داره میگه الان این چون رو اینه میتونی شما با یه گوشش هم گرفتن تو این کارت انتخاب کنی، ولی وقتی که اینو بزنی باید همه این، الان این گوشش انتخاب نمیشه، این باید همه این مکعب مستطیل بیاد توی این کادر انتخاب میشه. و یه موضوع دیگه هم بغل داریم که روش های انتخاب شکله، که این خب چیزی که داره مستطیله، که چیزی که هست روی دیفالت 3D Max هستش. اگر بگیروش یه چند تا قسمت اضافه میشه، حالا به صورت دایره‌ای میتونی شما انتخاب کنی و این قسمت رو سومی رو بیایی به صورت مثلا اینطوری، اینا که توی این قسمت بیاد انتخاب میشه، توی این محدوده حتی لبشون هم باشه انتخاب میشه، آخریش هم به این صورته که به صورت تکی هستش انتخاب میکنه، و آخری مورد اسپره هستش که ببخشید همیشه باید اونو که انتخاب کنی یه بارم روش بزنی که فرمانت فعال بشه. به صورت یه دایره میاد، هرچی این دایره رو بکشی همه رو انتخاب میکنه. خب این موضوع رو هم گفتیم، دیگه چیز خاصی نبوده برای این موضوع. موفق باشی.